ترس این چیزی که ما را می‌ترساند وابستگی فرهنگی است. ما بر هر کسی قدرت داریم. رضا خان امیر تنها واهمه‌ای نداریم. من خودم را وقتی می‌خوانم که قضاوتش را باد گفته باشد سر گلدسته سر. قانون کار سال هاست مورد مناقشه کارگران و کارفرمایان است. آیا این قانون قرار است روابط بین کارگران و کارفرمایان را تسهیل کند؟ چالش های این قانون برای هر دو طرف کدام است؟ سلام بر شما، به برنامه امشب استوا خوش آمدید. اصولاً قانون کار و حقوق کار باید قانون حمایتی باشه. نگاه حاکم و محکوم به قانون کار خطا کار به وجود میاد. اگر که مکدرتون نمیکنه این گزاره من و این جمله من، آقای سیفی، خیلی ها معتقدن که جهان امروز به نفع کار فرمایان است. من اصلا راجع به جامعه ایران صحبت نمیکنم. اصلا کارفرما بدون کارگر مفهوم نداره. ظاهرا شما نه وضعیت کشور ما رو در نظر میگیرید، نه وضعیت اشتغال ما رو در نظر میگیرید و فکر میکنم شما به مزد صرفا و جنبه اقتصادی نگاه میکنید. این که ما بگیم ما حامی کارگریم فقط در ظاهر که فقط نمیکنه، مخصوصا خانه کارگری ما الان شده تشکل سیاسی و استفاده سیاسی میکنم. موقع انتخابات مجلس هم که میشه شعارها میدن که بخوان رای بیارن. شما توی متن جامعه کارگری نیستید و کل مسائل من برای شما حاشیه است. من وسط گودم خود چیزایی که شما میگی برای من حاشیه است. وقتی آقای خدایی داد زده گفته که آقا نه همه باید اینقدر حقوق بدن، شاید براش دست بزنن. نگرانی من صرفا به خاطر منافع کارگر نیست. من نگرانم که مشکل اشتغال رو و مشکل تولید رو داریم با آدرس اشتباه به بیراهه میبریم. اینکه ما فقط در ظاهر بخوایم بگیم که ما حامی کارگر هستیم، خب این 4 میلیون بیکاری که هستن در کشور ما، کی باید نسبت به بیکارها کی مسئوله؟ اعتراض و اعتصابات صنفی یکی از اهرم‌هایی که همه کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده. امروز قانون کار ما اصلاح بشه، این موضوع رو به رسمیت بشناسه، من قدرت من اجازه اعتصاب صنفی داشته باشم، بعد از اون بیایم قانون رو تفسیر بکنیم و تعویض بکنیم. اینکه در کشوری که 4 میلیون بیکار وجود داره، شاید حتی اگر از ابزار اعتصاب هم استفاده بشه خیلی مفهومی نداره، چون فوراً کارفرما میتونه از اون بازار 4 میلیون نفری تأمین نیرو بکنه. پس این بدنه مریضه، یک جای این بدنه مریضه. شب بخیر بینندگان محترم. امیدوارم که اگر از کسانی هستین که خبرهای مربوط به جامعه کارگری رو دنبال میکنه یا در خانواده محترمتون کسی هست که در هر رده شغلی ممکنه که به شغل شریف کارگری مشغوله، وقت داشته باشید و این برنامه رو ملاحظه بفرمایید. در ابتدا مهمانان برنامه امشب رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای داوود خدابنده، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، فعال و پژوهشگر حوزه قوانین کار. آقای علی خدایی، فعال و مطالبه‌گر در حوزه کارگری و البته شغل شریف کارگری رو هم در حال حاضر دارند. و آقای حمیدرضا سیفی، فعال در حوزه کارفرمایی و دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران. مهمانان محترم خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. خیلی ممنون که دعوت استوا رو پذیرفتید. آقای خدابنده، با جناب علی شروع بکنیم. پرسش اول این است که در واقع قوانین کار در ایران آیا حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان رو رعایت کردن؟ اگر نه، در چه سطح و به نفع چه گروهی است؟ عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و بینندگان خوب برنامه استوا. ما نسبت به قانون کار دو سری ایراد رو در نظرمون هست که نسبت به قانون کار باید اصلاح بشه. یکیش قوانینیه که ما نسبت به اونها انتقاد داریم و اینا نیاز به اصلاح دارن به اصطلاح، که حالا در ادامه اشاره میکنم. و یکی اینکه قوانینی که درست هستن و متاسفانه اجرا نمیشن. یکی از عمده ترین ایرادایی که ما میتونیم نسبت به قانون کارمون بگیم که قانون کار ما دارن اینه که تفاوت بنگاه‌های مختلف اقتصادی لحاظ نشده.
یک نسخه برای تمام کارفرمایان، برای تمام کارگران کرده. یعنی از نظر شما باید متفاوت باشه؟ قطعا باید متفاوت باشه. چرا باید متفاوت باشه؟ عرض میکنم خدمتتون، حالا با مثال تو مواد مختلف عرض میکنم. بله. ببین تو کشورهای مختلف هم میان مثلا در دستمزد لحاظ سن رو لحاظ میکنن، مناطق مختلف رو لحاظ میکنن، صنایع مختلف رو لحاظ میکنن و ما این رو نکردیم. کارگاه های کوچیک رو معمولا معافیت های قانون کار شاملشون میشه، چه لحاظ دستمزد چه لحاظ معافیت مالیاتی و اینها، که بتونن رشد پیدا کنن، که بتونن گسترده بشن، ولی ما باید اینها رو لحاظ نکردیم و یا خیلی کم لحاظ شده. ما یه ایراد دیگه هم که به قانون کارمون داریم اینه که در ظاهر و در کاغذ به نفع کارگر نوشته شده و خیلی سعی شده که جنبه حمایتی از کارگران داشته باشه، اما در واقع که میبینیم به ضرر کارگران تموم شده. و اینم به این خاطره که به قدری اومدن شرایط فسخ قرارداد رو سخت گرفتن به نفع کارگر و به ضرر کارفرما، که کارفرماها دیگه نمیان به این سمت که بخوان قرارداد رو دائمی بکنن. خب پس از نظر شما قانون فعلی کار ممکنه بخشای خوبی داره که اجرا نمیشه و اونچه که من متوجه شدم در ظاهر به نفع کارگرانه ولی در کارکرد تولید در واقع ضرر برای اونها میکنه. بله. درست. خیلی متشکرم آقای خدایی. حضرت عالی، هم شغل شریف کارگری دارید و همین که نماینده کارگران در شورای عالی کار هستید. شما هم لطفاً نظرتون راجع به قانون کار و اینکه چقدر متوازن است به نفع کارگر یا به نفع کارفرما بفرمایید. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و میهمانان محترم برنامه و امیدوارم که نتیجه جلسه امروزمون و گفتگوی امروزمون تغییری در روند روابط کار توی کشور باشه. ابتدا راجع به سوال شما یه نکته ای رو مطرح بکنم. اینکه این قانون کار توانسته از توازن بین کارگر و کارفرما رو برقرار بکند رو بهش بپردازیم. بله. اصولا قانون کار و حقوق کار باید قانون حمایتی باشه. قانون کار برای این نوشته میشه که در بحث ایجاد عدالت و امنیت برای اون قشری که قدرت چاره‌زنی یا قدرت برابر در مقابل قدرت برتر رو نداره و به عنوان حمایت این قانون نوشته میشه. بله. پس این در نظر بگیریم که قانون کار قرار نیست منافع گروه کارفرمایی رو تأمین بکنه، ضمن اینکه باید به نحوی نگاشته شود که به منافع گروه کارفرمایی ضربه نزنه. در خصوص اصالت جناب آقای خدابند، ما توی تیتر قطعا با هم دیگه موافقیم، یعنی ما بحثی نداریم. ما هم موافقیم که قانون کار برخی از قوانین ما نیاز به اصلاح دارن و به هیچ عنوان مخالف اصلاح نیستیم، ولی اینکه رویکرد این اصلاح چه باشد قطعا برای اون مهمه. به چه سمتی میخوایم ببریم این اصلاح رو؟ آیا میخوایم اون جاهایی که ضعف داره قانون، مثلا آیه خدابنده اشاره فرمودن به ماده 27 قانون کار و رواج قراردادهای موقت، به اعتقاد ما ریشه رواج قراردادهای موقت تفسیر و سوء برداشت و سوء استفاده ای است که از تفسیری دو ماده 7 شده. اگر توی ماده 7 قانون کار تفسیر درست و برداشت صحیحی انجام داده بودیم قطعا اجازه رواج قراردادهای موقت رو نمیدادیم. سه مقوله اصلی مطالبات کارگران، امنیت شغلی، معیشت و تشکلیابی رو اگر دوستان ما، دوستان کارفرمایی ما نظرشون رو بگن الان که نظرشون چی است راجع به این ماجرا، قطعا میتونیم ورود کنیم به بحث اینکه آیا این قانون اصلاح بشه یا نشه. بسیار خب، خیلی متشکرم. پس شما میفرمایید که ضعف در واقع نوع تفسیر از قانون باعث شده که قراردادهای موقت رواج پیدا بکنه. یه قسمتی همونطور که خداوند فرمودن عدم اجرای قانون، خیلی جاها قانون ما درست اجرا نشده. اگر ما هنوز موادی از قانون داریم که به سمت اجراش نرفتیم و متاسفانه قانون کار جزء اون قوانینی هستش که اجرا نشده محکوم میشه، یعنی هنوز موادش اجرا نشده، کماکان متهم به ضد اشتغال بودن، متهم به اینکه جانبداری میکنه از کارگر، در حالی که هیچ کدوم از مواد قانون در حال حاضر نمیتونه از کارگر حمایت بکنه و ما هم خواهان اصلاح هست. متشکرم از شما آقای سیف. اینطور که آقای خدایی میگن، در واقع این گزاره در ذهن من میاد که قانون کار میشود گفت که اساسا قانون کارگری است نه قانون کار، چون ایشون اینطوری که میگن و اعتقادشون اینه که قانون کار نباید مدافع حقوق کارفرما باشه، البته نباید در تضاد با منافع او هم باشه. نظرتون رو لطفا میفرمایید در این باره. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون و همکارانتون و دوستانی که در استودیو هستن. ببینید، من فکر کنم که ما باید از یه منظری دیگه به این قضیه نگاه کنیم. ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که سرعت تغییرات طوریه که امروز بر طبق گزارش ILO که همایشش رو در ایران هم برگزار کردیم، بین 7 تا 10 سال آینده در حقیقت 50% شغلای ما تغییر خواهد کرد.
در دنیایی که اینقدر تغییرات وجود داره و تکنولوژی اینقدر پیشرفت داره میکنه، نمیتونه قانون کار ما مال 30 سال قبل باشه. ما باید بدونیم که امروز باید با علم روز بریم جلو و مشکلاتمون رو حل کنیم. لزوم این تغییرات رو هم در برنامه 4 دیدند، هم در برنامه 5 دیدند، هم در برنامه 6 برای کار شایسته دیدن. یعنی اینکه الزامه که این قانون با تغییر کنه. خب دومین قضیه که وجود داره که حالا میگم سراغ تغییرات، ببینید ما اسمش رو میذاریم قانون کار. من با اینجا نگاه آقای خدایی اتفاقا مخالفت دارم. ببینید قانون کار، کار یعنی ثروت به وجود میاره. یک بال کار، کارفرماست و کارگر. نگاه حاکم و محکوم نسبت به قانون کار، نتیجهش خروجیش اینه که اتفاق افتاده. ما قوانین دیگه‌ای داریم برای بحث‌های حمایتی. وقتی می‌خوایم تغییر کنیم، بعد باید قانون تامین اجتماعی اون رو درست ببینیم. قانون کار شایسته‌مون هم باید درست ببینیم. قانون بیمه بیکاریمون هم باید درست ببینیم. اینه یه پکیجه. بله. اگر ما قانون کار رو درست نبینیم، در حقیقت خطایی کردیم برای به وجود آوردن ثروت تو این سرزمین که همه درش دخیل هستن. سیاخ ناظر به صحبتتون آقای سیفی، این که حالا فرمودید که دائم در حال تحقیق هست، دنیا دائم در حال پیشرفته، قانون کار هی باید تغییر بکنه، اون وقت با عدم ثبات در حوزه قانون مواجهیم. یعنی تا ببینید ما یه چیزی در علم داریم بنا بهبود مستمر. خب اگر میشه که شما بایستی دنیا حرکت کنه، این که نیست که ما 203 ماده داریم تو قانون کار. وقتی میگیم تغییر کنه، اینطوری نیست که همین قوانین شخ بخوره. که به هر حال بهبود مستمر یعنی که مواردی از این نسبت به زمان و مکان و شرایط تغییر کنه. این صورت نگرفته های سیفی تغییر؟ نه، مثلا ماده 41 که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب نشده، قانون مناطق آزاد ویژه تجاری. نه قانون کار رو داره. ماده 41 واقعا این قانون تغییر نکرده، قانون کار رو تغییر داده. دقیقاً قانون چرا به این ماده 41 که بهبود مستمر فضای کسب و کار، ماده 21 که قانون کار رو تغییر داده و قوانین دیگر رو، قانون مناطق، قانون ویژه اشتغال مناطق آزاد و ویژه تجاری اومد اصلا کلا از شمول قانون کار خارج کرد. خب اون اثرگذاری رو نداشت آقای خدایی. قانون پس تغییر کرده، تغییرش اثرگذار نبوده. قانون مادر درسته، بعضی موارد تغییر کردن ولی تغییری نبوده که اثرگذار. ببینید یه نکته ای از عذرخواهی میکنم ای سیفی، ما قانون کار 1337 چند سال منسوخ شده؟ حداقل از سال 1369 تا الان. هنوز هم بعضی از کارفرماهای ما فکر میکنن چون توی اون قانون تو 3 ماهه دوره آزمایشی قرار نبوده کارگر رو بیمه بکنن، هنوز هم بیمهش نمیکنن. خب ببین وقتی اینقدر کند حرکت میکنه جامعه کارفرمایی و کارگری ما و هنوز این قوانین جاری هستن، خب سرعت این تغییرات رو باید یه مقدار منطقی تر در نظر گرفت. دقت بفرمایید. خب بذارید آقای سیفی. بله بفرمایید. قانون کاری قانون مادر در حوزه روابط کار. ما باید اصل قانون رو بهش بپردازیم. اگر این اصل قانون رو مواردش رو بهش نپردازیم و قراردادهای حاشیه را ارتباط بدیم به قانون کار، کار به نتیجه نمیرسه. این بحث کلی در حقیقت مواردی است که راجع به قانون کار وجود داره. حالا اگه سوال بحث بله آقای سیفی، البته پرسشی نیستش اون چه که شما در واقع از حاشیه نام بردید که باید به حواشی نپردازیم. البته آقای خدایی هم فکر میکنم که اشاره کردن به تغییر قوانین مثلا حوزه مناطق ویژه آزاد تجاری و اقتصادی، اونها واقعا مؤثر نیست روی این فضا، روی حوزه کارگری و حالا نوع بیمه، عرض کنم که سطح دریافتی ها. شما همچنان معتقدید که ما باید به اصل قانون کار بپردازیم یا این نکات مهم رو هم باید بالاخره ببینیم؟ ببینید ما باید ببینیم که فضای تصویب قانون کار ما در چه شرایطی بوده. ببین الان سوالم اینه. بله. من اینو مطرح کردم بعد اینکه دوستان گفت که حالا شما خیلی دینی شدید. گفتم نه، ما در نظام جمهوری اسلامی داریم کار میکنیم، درسته؟ چجوری قانون کار ما 76 مادهش خلاف شرع اسلامه؟ شما مرجع تعیین شهر هستید؟ نه، شورای نگهبان. وقتی قانون شورای نگهبان 76 ماده موضوعی قانون کار خلاف شرع اسلام. سر این موضوع استفتایی ما از حداقل از 10 تا از مراجع تقلید گرفتیم. فتوای همه این 10 نفر این بود که رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران واجب است. آخه خدای بحث در این نیستش که اصلا ما می‌خوایم بحث شرعی بکنیم. نه ببینید، شما می‌خواید راجع به مسائل نه ببینید، من می‌خوام همینا بگم. ببینید ما بپذیریم همون وقت شما مستند، اینا که مستنده،
ببینید اصلا قانون کار فعلی ما مصوبه مجلس نیست، شورای نگهبان ردش کرد، رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حقیقت گفتن آقا قانون کار اجرا بشه برای این شرایط. مجمع تشخیص موارد مغایر با شرع و مغایر با قانون اساسی رو مرتفع کرد و قانون رو تصویب کرد. خدایی که یک کمی رعایت کنه. ببین ما چند تا قانون تو بخش کشورمون داریم که ثروت‌زاست و برای بخش خصوصیه، مثل قانون کارمونه، مثل قانون تجارتمونه، مثل قانون بهبود کسب و کار، قانون حداکثر توان تولید داخلی است، قانون اصل 44. ببینید مثلا تو همین ها دوباره قانون تجارت مادرتر از همین هاست. شما نمیتونید به اصل قانون مادر نپردازید و بیاد بگید آقا ما برگاش رو تغییر میدیم. ما باید رو به تک تک بندهایی که وجود داره کار رو ببریم جلو و این نگاه رو داشته باشیم. ببین این ریشه در این نگاه هست، نگاه حاکم و محکوم به قانون کار خطا کار به وجود میاره. ما یه طرف کارگر یه طرف کارفرما. ببین من اینجا با صراحت میگم اصلا کارفرما بدون کارگر مفهوم نداره. مثلا من میگم من کارفرما، میگم میتونم من یه نفری کارفرما باشم؟ بسیار. یعنی ما اگه یک روابط درست تعریف نکنیم، کارفرما هم توی این حوزه نتونسته به موفقیت کار رو ببره جلو و ثروتی رو به وجود بیاره. بله. متشکرم. پیش از این بحث رو ادامه بدیم، بینندگان محترم، فقط نکته رو عرض بکنم که نظر مهمانان برنامه در واقع به مفهوم تایید نظراتشون نیست و صرفا اینجا برای تبادل نظر و تضارب آرا با هم صحبت میکنیم. ظاهرا اون چه که آقای سیفی گفتن محل بحث زیادی است و احتمالاً باید در برنامه‌های مفصل‌تری فقط به همین نکته‌ای که ایشون اشاره کردن بپردازیم. خب آقای خداونده، شما بفرمایید راجع به اون بندهایی که گفتید که بندهای خوبی هستن اما اجرا نمیشن، از طرفی قوانین سختگیرانه را هم بفرمایید که از نظر شما چطور باید رفع بشن. ببینید آقای خدایی نکته ای رو گفتند که قانون کار باید جنبه حمایتی از کارگر داشته باشه. هیچ کسی مخالف این نیست که باید از کارگر حمایت بشه، مخصوصا تو کشور ما که تشکل‌های کارگری قوی نداریم. اما صحبت ما اینه این قوانینی که ما الان داریم ظاهرشون حمایت از کارگره، یعنی قانونی که موجب میشه که 90% مشاغل ما قراردادهاش موقت بشه، این حمایت از کارگر نیست. خب آقای خدایی میگن که تفسیر متفاوت، درست گفتم؟ نه فقط تفسیر متفاوت باعث شده که قرارداد مواد مختلف رو مثال میزنم. ببینید مثلا تو بحث دستمزد تو کشورهای مختلف وقتی میخوان بیان دستمزد رو تعیین بکنن، توانایی واحد تولیدی در پرداخت دستمزد رو هم لحاظ میکنن. این که ما بگیم قانون کار فقط باید جنبه حمایتی از کارگر داشته باشه، این مقدار از واقعیت‌های اقتصاد به دوره و اون چیزی که در کشورهای مختلف داره اجرا میشه. ببین ما قانون کشورهای مختلف رو، هم کشورهای آسیایی مثل چین، ژاپن، اندونزی، کشورهای اروپایی رو بررسی کردیم. اینها میان مواردی رو لحاظ میکنن که هم به نفع کار گر باشه، هم کارفرما باشه و هم تولید جریان داشته باشه. ما قانونی بنویسیم که فقط در کاغذ به نفع کارگر باشه اما در نهایت موجب بیکاری کارگر بشه، نرخ بیکاری رو بیشتر بکنه، فقر رو بیشتر بکنه، قراردادهای غیر رسمی، مشاغل غیر رسمی رو بیشتر بکنه، اینها حمایت از کارگر نیست. اینها در ظاهر فقط حمایت از کارگره. بذ مثلا بنده مثال میزنم، ماده 41 قانون کار ما میگن که دستمزد باید برای مناطق مختلف کشور تعیین بشه، برای صنایع مختلف کشور تعیین بشه. این اتفاقا از اون موادیه که به نظر ما ماده درستیه و کشورهای مختلف هم دارن این رو اجرا میکنن. اینو یه قدری بیشتر توضیح میفهمید؟ یعنی بسته به این که مثلا من در کدام شهر یا کدام استان مشغول باشم سطح دستمزد ممکنه فرق کنه. اون چیزی که کارگر باید واسش تامین بشه اینه که ما بگیم که به جای دستمزد اصلا کارفرما یه سری خدمات باید به کارگر بده، باید هزینه های خوراکی اون رو تامین بکنه، هزینه‌های غیر خوراکی مثل مسکن، مثل بهداشت، مثل حمل و نقل و اینها. خب این در کشورهایی که این هزینه‌ها متفاوته دستمزد هم باید متفاوت بشه. طبق آمار رسمی مرکز آمار کشور ما هزینه‌های زندگی مناطق مختلف کشور متفاوت، گاهن تا 3 برابر که ما حتی عددهاش هم داریم که دقیق‌تر بخوایم اعلام بکنیم. بله. توی این شرایط ما وقتی میایم ماده 40 که قانون کارمون رو کنار می‌ذاریم، تجربیات کشورهای مختلف رو کنار می‌ذاریم، میایم کل کشور رو یکسان تعیین میکنیم و آی خدایی میگن که شما چرا چین رو مثال میزنید، حالا اندونزی رو مثال میزنم. بله. اینها تو مناطقی که هزینه های زندگی پایین تره دستمزد رو پایین تر تعیین میکنن و این موجب میشه که کارفرما مشوقی برای کارفرما میشه که بره واحد تولیدش اونجا قرار بده
هزینه تمام شده کالاش رو بیاره پایین و هم به سود بیشتری دست پیدا بکنه و هم رقابت پذیر بشه. ببین ما الان در شرایطی هستیم که واحدهای تولیدی ما دارن با کشورهای مختلف رقابت میکنن. این که روز به روز ما شاهد این هستیم که واحدهای تولید دارن تو کشورمون تعطیل میشن، کالاهای چینی دارن قبضه میکنن بازار ما رو، علتش این هستش که ما قوانین رو درست اجرا نمیکنیم. تو چین تو کشورها تو منطقه‌ای که دستمزد هزینه‌های زندگی پایین‌تره، دستمزد هم پایین‌تره، کارفرماها میرن اونجا واحد تولیدشون قرار میدن، هزینه تمام شده کالا رو میارن پایین. بله. و این موجب میشه که هم اون کارگری که اونجا کار میکنه زندگیش تامین میشه، هم کارفرما به سود میرسه و هم اقتصادشون رونق پیدا میکنه. ما میفهمیم که آیا این هزینه تمام شده لزوماً بخش، حالا اگر نگیم همش، بخش عمدهش مربوط به حقوق و دستمزد کارگریه که توی اون کارگاه داره کار ببینید میکنه. ببینید مؤلفه های مختلفی دخیلن، ما نمیخوایم بگیم فقط دستمزد، ولی ما یک صنایعی داریم، صنایع ما دو دسته است، ما صنایع کاربر داریم، صنایع سرمایه بر داریم. تو صنایع کاربر ما حدود 50-60% هزینه تمام شده کالا دستمزد کارگره. بله. مثل صنایع دستی ما، و این خیلی موجب تأسفه که مثلا مثال میزنم فرش دستباف ما، صنایع دستی ما توی چین تولید بشه و 30%ش هم به کشور ما واردات بشه، واحدهای تولیدی ما تو کشورمون تعطیل بشن. فقط یه پرسش میونی کلمتون، شما احتمالاً از وضع کارگران چینی هم باخبرین؟ من اینو واقعا به عنوان پرسش عرض کردم، یعنی اونجا تامین اجتماعی براشون به مفهوم اینکه در واقع، یعنی مستند اگر بخوایم بگیم به مفهوم اینکه بالاخره یک اونطور که آقای خدایی هم گفتن هم حقوق خوبی داره، هم امنیت شغلی داره و هم تشکل متناسبی داره. درسته. ببینید شما اصلا اقتصاد زمانی شکوفایی داره که هم کارگر وضع خوبی داشته باشه، هم کارفرما، و اون موجب رونق تولید میشه. شما نمیتونید فقط جنبه کارگر رو بگیرید، بگید که کارفرما هیچ نقشی نداره. نه، من پرسش مشخص این بود که چون شما کشور چین رو مثال زدید، من حداقل اونچه که یادمه در آمارهای جهانی کارگران چینی توی رده‌های خیلی پایینی توی رتبه بندی برخورداری از بهتر شده وضعیتشون. ببینید خب؟ بنده مشخصا برای اینکه روشن بشه یک مثال میزنم. شما هزینه مسکن توی تهران اصلا قابل مقایسه با هزینه مسکن توی سیستان، توی کرمان نیست. بله. این که مثلا شما بگید کارگر که توی کرمانه مثلا 1,500,000 بگیره، کارگر که توی تهران 2,500,000 بگیره، هیچ ظلمی در حق کارگر کرمانی نمیشه، چون هزینه مسکن خیلی اونجا پایین تره. تو چین اتفاقی که میفته اینه، تو عمده تولیداتشون تو شهرهای منطقه محروم و کوچیکی که هزینه زندگی پایینه، دستمزدم پایینه و زندگیشون با همون دستمزد تامین میشه و وضع خوبی دارن. خیلی خوب. جناب خدایی چقدر هم یادداشت برداشتید. حالا من من فکر میکنم چون تقریبا موازه دو تا عزیز به هم نزدیکه و اجبورم که توی دو تا تایم بعضی مسائل رو توضیح بدم. بفرمایید. ببین راجع به مواردی که جناب سیفی فرمودند، خب من عرض کردم رویکرد این تغییرات چه هست رو ما میپذیریم. ببینید آقای سیفی به عنوان نماینده کارفرماها توی این جلسه حاضر هست و عضو شورای عالی کار و بنده هم به عنوان نماینده کارگران، پس صحبتایی که ما میکنیم میتونه یه مقدار مصداقی تر باشه. بله، یعنی بله. من سه حوزه رو عرض کردم به عنوان حوزه های مورد اهمیت برای منهای سیپی هم بفرمایند که کدوم حوزه براشون مهمه و همینجا به صورت مصداقی میتونیم راجع به همین موضوع بحث بکنیم که آقا اون اصلاح مد نظر شما چی هست. ما با اینو بگم، بعضی از دوستان دوست دارم وانمود بکنم به جامعه که ما با اصلاح مخالفیم. نه بنده نه هیچ فرد دیگری نمیتونه با اصلاح مخالف باشه، با اصلاح موافقیم، منتها روی کرده این اصلاح چه باید باشد. گذشته به من اینو نشون داده، تجربیات گذشته نشون داده اولا هر جا اصلاحی صورت گرفت بر علیه منافع کارگران صورت گرفت و ثانیا هیچ کدوم از اینا کارایی نداشت. توی بحث مناطق آزاد ویژه تجاری افتاد. بله. ببین مانعش چی بود. من الان مواردی که شما میگید میتونیم اصلاح بکنیم رو عرض می‌کنم. خب من برمیگردم خدمت شما. سر پاسخ موارد قبلی شما رو ندادم، اگه زیاد بگید این قضیه دو به یک ما رو کمک کنید. آی سیفی، یا مثلا موضوع قوانین ویژه اشتغال در مناطق آزاد ویژه تجاری، آیا مگه این تمام این قوانین به این منظور اصلاح نشدن که اشتغال رو رونق بدن، بهبود فضای کسب و کار بشه؟ آیا منجر به نتیجه شد امروز در این کشور کسی قبول میکنه این گزارش رو ما بده به من به عنوان یه شهروند که آقا شما یه قسمت عمده ای از کارگرای من از چتر حمایتی قانون کار خارج کردی، حاصل این خروج از چتر حمایتی قانون کار چی بود؟ میتونم مطالبه بکنم اینا و کسی هست که این پاسخ رو به شما یا به بنده بده؟ من خدای بنده پاسخ شما رو میدم. چرا در منطقه آزاد این اتفاق نیفتاد؟ من یه سری پاسخهای شما رو دارم، نگرانم فرصت نشه. اجازه بدید که آقای بنده بفرمایید، حتما پاسخ میدم. به خدای خدا بنده من از شما خواهش میکنم، چون کارشناس هستید تو این برنامه، مراعات بی‌طرفی رو تا حدودی حداقل تو زمان داشته باشید، تو مواضعتون آزادی ترجو که مایل بودید بفرمایید و ما مداخله نمیکنیم. بله. اما با توجه راجع به مسائلی که آقای خدا بنده شما فرمودید،
ببینید من در کلیات و در تیتر و عناوینی که شما مطرح می‌کنید هیچ مشکلی ندارم، همه‌شون کارشناسی هست و مواردی هست که مصداق داره، اما در جزئیات که می‌خوایم بپردازیم ظاهرا شما نه وضعیت کشور ما رو در نظر می‌گیرید نه وضعیت اشتغال ما رو در نظر می‌گیرید و فکر می‌کنم شما به مزد صرفاً و از جنبه اقتصادی نگاه می‌کنید. بهتر یه مقدار وقت آقای خدای بنده در پژوهشام همه آمارهای مرکز آمار بانک مرکزی همه اینا لحاظ می‌کنم و خدمت شما عرض می‌کنم. ببین ما داریم راجع به مزد صحبت می‌کنیم، شما می‌فرمایید که مزد نباید یکسان باشه. بله ما موافقیم که مزد یکسان برای همه مناطق نباید باشه و توی قانون کار هم پیش بینی شده، اما یه مزدی داریم ما تحت عنوان مزد ملی، یعنی حداقل‌ها. همین قانون کار فعلی ما تو بحث توافقات دست جمعی اجازه مذاکره بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی و دولت رو برای دستمزدهای بالاتر از اون حداقل برای شهرهایی که جمعیتشون بیشتر است یا صنایعی که بیشتر است باز گذاشته. متأ موضوع اینجاست اون طرف کارگری حاضر در این مذاکرات پشتوانه لازم رو برای اینکه بتونه از حق خودش در میز مذاکره دفاع بکنه نداره و عملا میشه یه مزد حداقلی در سطح کل کشور و با محاسباتی که ما با گروه‌های کارفرمایی مشترکاً سال گذشته انجام دادیم برای امسال هم در حال انجام است همین مزد تعیین شده یک سوم حداقل زندگی. خب ما به همین انتقاد داریم، شما به ما به همین انتقاد داریم آقای خدایی، ما موافقیم 516000 تومان حداقل هم نظریم. شما میگی یک میلیون، ببین الان توی دورافتاده‌ترین شهر کشور ما هم 1,516,000 تومان اگر زندگی استاندارد رو در نظر بگیریم قطعا تامین نمی‌کنه. من یه حداقل مزدی رو تصویب کردیم و حالا می‌خوایم اینو به عنوان مشکل چیز مطرحش بکنیم، به عنوان حداقل دستمزد رو به عنوان یه مشکل. اجازه میدید من یه نکته عرض کنم؟ اتفاقا آقای یه نکته کوچیک دیگه مونده. بله. ببینید توی اون کشورهایی که شما مثال زدید یه نوع حکومتشون و نوع اداره حکومت یه مقدار با کشور ما متفاوت هست. ببین آمریکا داره به صورت فدرالی ارائه میشه و قوانین فدرال خودش رو داره و قطعا مثلا بعد از تعیین دستمزد میتونه مانع مهاجرت توی اون کشور بشه. شما نظرتون این است ما حداقل دستمزد رو توی سیستان و بلوچستان پایین بگیریم به خاطر اینکه صنایع ما کوچ کنن اونجا و در نظر نمیگیرید که مشکل اصلی این که صنایع نمیرن توی سیستان و بلوچستان زیر ساخت هاست نه دستمزد؟ اید من نمیگم دستمزد به تنهایی ممکنه شما بگم شما به این فکر میکنید که ممکنه این معکوس جواب بده و به جای اینکه صنایع کوچ کنن به شهرستان ها کارگرای اونجا کوچ کنن به مراکز شهر ها؟ عملا الان این اتفاق دوم مسئله بعدی راجع به بحث حداقل دستمزد این ماجراست که ما باید این نکته رو در نظر بگیریم. به صورت کامل میانگین سهم دستمزد در قیمت کالا و خدمات ما 5.5%. یعنی باید ببینید چقدر تأثیر گذاره دستمزد چقدر میتونه مشوق باشه که صنایع کوچ بکنن. دوستانم تو تحقیقی توی برنامه داشتیم اتفاقا یک گزاره از فرمایشات شما رو منم اونجا دیدم که به خصوص مثلا در حوزه صادرات فرش‌های دستباف باز باید دستمزد کارگر پایین بیاد چون هزینه‌های تمام شده بخش عمدهش تقریبا در کل کشور یکسانه. دیگه ما برای کارگری که عمرش و چشمش رو داره پای قالی میذاره چقدر دیگه باید حقوقش رو بیاریم پایین که به اصطلاح صرفه اقتصادی داشته باشه که ما این فرش رو بتونیم صادرات بکنیم برای رقابت جهانی. ببین نکته ای که هست، نکته دیگه هم هست آقای خدایی گفتن، فرض کنیم که مثلا اجاره مسکن در کرمان در سیستان و بلوچستان قدری پایین‌تر باشه ولی فکر نمی‌کنم قیمت حبوبات و برنج و نمیدونم روغن و گوشت و اینها خیلی مثلا درمان به خصوص خیلی دقیقا تفاوت بکنه که بعد ما بگیم که بله ما هم مثلا همین رو میگیم. ببین ما اگر آمار مرکز آمار رو ببینیم ترکیب هزینه‌های یک خانوار اونجا زده کلن 23% هزینه یک خانوار رو خوراک موارد خوراکی تشکیل میده که مثلا حالا نون و حبوبات و ایناست که شاید واسه همه عزیزان بیننده هم سوال بشه خوب. که آقا نون همه جا یه قیمته. آمار رسمی مرکز آمار دیگه کدوم دهک؟ کدوم دهک؟ 23% اون آمار کلی کدوم دهک؟ من کارگرم دهک من 27.5% درآمد داشتم. خب 27.5% در حداقل دستمزد بگیرم بیش از 50%. درسته. شما دارید منو با خب بقیه 70% هزینه های یک خانوار اصلا شما بگید 30% خب. حرف بله. آی خدای اصلا ما بگیم 30% و مسکن 35% امسال شده. هزینه های یک خانوار رو اگه بگیم مسائل خوراکی تشکیل میدن تو کل کشور شما نگاه بکنید آمار مرکز آمار رو هزینه های خوراکی تقریبا تو کل کشور ما یکسان ما همین رو قائل هستیم خب. و موافق هستیم. بذارش هزینه درمان تو مناطق دور افتاد خیلی بالاتر از خوراکی خب یه لحظه اجازه بدیم بله. ببینید ما وقتی میگیم که هزینه ها دستمزد باید در کشور ما متفاوت باشه این شایبه به ذهن پیش میاد که ما میخوایم دستمزد رو کم بکنیم در منطقه من. از اینی هم که هست کمتر بکنیم اصلا ما همچین حرفی رو نمیزنیم. ما میگیم هزینه های زندگی متفاوته، وقتی هزینه های زندگی متفاوت شد دستمزد هم باید متفاوت باشه. این منطق داره. مثال میزنم ما شرایطو نداریم کشورهایی که چرا متفاوت رو داریم ما طبق آمار مرکز آمار من عدد دقیق میگم خدمت شما. ببین متوسط هزینه بانه. زندگی تو منطقه شهری
توی کرمان 1,600,000 تومان بوده در ماه، توی تهران 4,000,000 بوده. مشخص ما این تفاوتو داریم. آره اگر کشور ما مثل کشور آلمان بود، مثل کشور ایتالیا بود، مثل کشور فنلاند بود که یک پارچگی دارن، دستمزد کل کشور یکسان تعیین میشه، اصلا تعیین نمیشه. تو کشورهای مثل حوزه اسکاندیناوی تشکل‌های کارگری قوی دارن، با چونه‌زنی تعیین خب، میشه. به جایی رسیدیم که خیلی نکته خوبی رو شکر. راجع به تشکل‌های کارگری حتما میخوام سوال کنم، دوستانم به من حتما بگن که چقدر وقت داریم، ولی آقای سیفی نماینده محترم کارفرمایان با یک سکوتی بحث ما رو نظاره گرم. من میخوام نظر شما رو هم در این باره بدونم. کارفرمایان آره دیتر رو دیدن میخواد احساس کردن که خودشونو به زحمت نندازن بهتره. ببینید اولا ما تو این قایق سواریم، هر چی اصرار رو این بحثا داشته باشیم اقتصادمون همینه که دارید میبینید. من اینجا خواهش میکنم از تمام دانشگاهی‌ها که بیان قانون کار این کشور رو پایان نامه فوق لیسانس، لیسانس و دکترا کنند، بیان تو این کشور علمی بحث کنند تا ببینن چه اتفاقی داره میفته. این که ما برداشت‌های خودمون رو بذاریم، نتیجهش اینه که ما امروز 10,000,000 شغل غیر رسمی داریم. دو فرمودید بحث علمی من خواهش می‌کنم آقای اجازه بدید من بحثمو باید بذارید تموم کنم. خب فرمودید که بند اول اینکه 4,000,000 خورده ای برای یک کارفرما تموم شد. دوم اینکه وقتی که ما می‌خوایم به کارگر خدمت کنیم، باید به سمتی بریم که اگر تو یک منطقه 10 تا بنگا داریم می‌کنیمش 40 تا بنگا. خدمت به کارگر اینطوریه که ارزش کارگر بره بالا، نه اینکه 50 تا بنگا رو بکنیم 20 تا بنگا. هر چی تعداد بنگا رو تو این کشور ما کمتر کنیم، کارفرما رو حاکم کردیم، کارگر رو حاکم نکردیم. هر چی تعداد بنگا رو بالاتر ببریم، کارگر رو ارزشش رو بالا ببریم، میتونه با اون حوزه کار نکنه و کار رو ببره جلو. خب. درست شد؟ اجازه میدید من یک نکته عرض بکنم. اولا که چون فرمودید که باید علمی بحث بکنیم، خیلی نکته دقیق و ظریف و درستی است، همه دوستان هم بهش اذعان دارن، ولی احتمالاً این نکته را هم میپذیرید که در بحث‌های علمی حتما باید یک مبنای مشترکی وجود داشته باشه. ممکنه آماری که جناب علی اشاره بهش میفرمایید استناد دارید بهش اساساً از منبع دیگری باشه، نکاتی رو هم که دوستان میفهمن از منابع دیگری باشه، کما اینکه الان نظر مثلا یکی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس قدری متفاوت است با نماینده کارگران در شورای عالی کار. اما یک نکته دیگر هم که باید عرض بکنم و توجه میدم بینندگانمون رو به این نکته، اینکه تقریبا همه جای دنیا کارگران بالاخره اعتراض دارن به سطح دستمزدشون. حالا جایی کنشگری قوی‌تر، سندیکاهاشون قدرتمندترن، جایی مثل ایران حالا میگم نرسیدیم به بحث سندیکاها. اگر که مکدرتون نمیکنه این گزاره من و این جمله من، آقای سیفی، خیلی ها معتقدن که جهان امروز به نفع کارفرمایان است. من اصلا راجع به جامعه ایران صحبت نمیکنم. به حال اینا هم گزاره‌ای است که باید بهش خیلی به نظرم با دقت نگریسته بشه. آقای خدای نکته‌ای دارید به من سوال بپرسید؟ بله، من یه توضیح رو راجع به فرمایشات آقای خوربنده شما نکته‌ای باقی مونده؟ بله. آقا من خیلی عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید که بعد فوراً برگردیم. ببینید پس بنگاه کوچیک من که داره تعطیل میشه، ما امروز قانون کار آوردیم. شما ببینید ما بعضی چیزامون دیگه عقلانیه. شما وقتی درآمد معقولی نداری، وقتی میخوای یه خونه ای را بندازی، اگر بیا بگی نه من مسبب کردم، اگه خونه رو میخوای بری داخلش، حتما لوستراش باید مثلا از درجه یک باشه. بله. میگم بابا من ظرف ندارم بخرم. شما میگه اگر لوستر نخری نمیشه. ببینید ما در کشوری الان داریم زندگی میکنیم که سطح اشتغال رو باید در نظر بگیریم. ما توی منطقه میبینیم 1,000 نفر بیکار داریم، میتونه 20 تا 30 تا 50 تا بنگا را بیفته. اون بیکار من امروز با 1,000,000 1,200,000 بره سر کار. خب ما با تفاوت مسکنی که تو تهران داره پرداخت میکنه برای اون میاد 200,000 تومان، میتونه با همین زندگیشو بچرخونه. شما فکر کردید 10,000,000 شغل غیر رسمی داره از کجا اتفاق میفته؟ اینا دارن کار میکنند. ولی چرا دارن کار میکنند؟ چون نمیتونن قرارداد کار رو ببندن. قرارداد کار رو ببندن بچه لطمه داره به اون کارگره میخوره، بیمه نمیشه، بازنشستگی نداره. درست شد؟ در صورتی که اگر بیاد قانون کار طوری باشه که بیاد در بنگاه‌های کوچیک فضا را بازتر کنه که یک بنگاه کوچیک بتونه حرکت کنه و نتیجهش اینه که اون آدم ها مشغول به کار بشن، این بهتر از شرایطیه که ما بگیم الا و الا باید قانون کار رعایت بشه و تو اون روستا اون بنگاه نتونه حرکت کنه. بله. و همون 10 تا بنگاه باقی. آقای سیفی خیلی ازتون ممنونم، ولی یه نکته شما در فرمایشاتون وقتی که میگید که یعنی به آماری به ارقامی اشاره میفرمایید، میگید اینا علمیه. وقتی آقای خدایی اشاره میکنم شما میگید که بر چه اساسی میگید که اینا علمیه؟ در واقع اگر که قرار است که نقد داشته باشیم به
گزاره های علمی و در واقع آماری که وجود داره، فکر می‌کنم باید به هر دو حوزه این نقد رو وارد بدونیم. آقای خدایی خیلی دیدم یادداشتاتون سریع و زیاده، خواهش می‌کنم بفرمایید شما هم نکته‌تون اگر که. آره خدمتتون که من مجددا مجبورم برگردم به صحبت‌هایی که جناب آقای خداونده داشتن. ببین آقای خداونده، بنده و شما فکر می‌کنم توی برنامه حدود یک ساعته مناظره کردیم راجع به قانون کار و حداقل دستمزد و شما اونجا هم دغدغه فرش رو داشتین، صنعت فرش توی کشور که توی چین چه اتفاقی افتاده؟ نه منظورم اون نیست. اجازه بفرمایید. مثال زدن حالا اگه بگیم این توی مثال هاتون توی مثال میمونن آقای خدایی. من میگم ما چقدر 4 میلیون بیکار تو کشورمون داریم. اجازه بدید الان من چرا نرخ بیکاری ما 13% باور کنید شما فقط توی مثال فرش میمونید. خب ما این همه صنایع داریم که تعطیل شده. شما بفرمایید در موقع اجازه بدید من صحبت کنم. فعلا که 2-1 میبینم رعایت نمیکنید. توی مثالتون مثال فرش رو زدید. توی اون قانون توی اون برنامه هم دقیقاً همین شرایط ما با هم داشتیم. آقای خداونده، من برای اولین بار اینجا خدمت شما عرض بکنم و دقیقاً همینجا رو میخوام از شما به من جواب بدید. طبق قانون مجتمعهای فرش بافی و قالی بافی، اصلا مجتمعهای قالی بافی و فرش بافی از شمول قانون کار و حداقل دستمزد سالها پیش معاف شدن. اگر دقیقاً همین چیزی که شما میفرمایید دلیل من اجازه بدید آقای خداونده، اجازه بدید من کلامم منعقد بشه. ببین دقیقاً همین مثالی که میزدید نقض همین ماجراست که مشکل ما قانون کار نیست، مشکل ما حداقل دستمزد نیست. اگر استدلالتون این هست زمانی این اتفاق افتاده، یعنی تو اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، اگر این اتفاق زمانی افتاده که عمرش تموم شده بوده، خب همه چی الان هم تموم شده. ببینید ما نیاییم تمام مشکلات و حوزه صنعت رو، من واقعا اینجا توی این برنامه دلم به حال برخی از کارفرماها سوخت. ببینید آقای خدایی اجازه بفرمایید اجازه بدید که صحبتشون آقای خدایی پاسخ آقای سیفی رو نه خب من باید جواب سوالتون رو بدم دیگه بله حتما برگردیم به شما آقای خدایی. میدونید دلیل اینکه من خیلی یادداشت میکنم چیه؟ اینکه وقتی نوبتم شد جوابتون رو بدم. شما این کارو بکنید. بله چشم. اگر نیازی به یاد باشه خب نه آخه بس انقدر به حاشیه میده که دیگه نمیذارید من جواب بدم. ببین حاشیه رو هر کسی، شما توی متن جامعه کارگری نیستید و کل مسائل من برای شما حاشیه است. من وسط گودم خود چیزایی که شما میگی برای من حاشیه است. توی فرموده های آقای خداونده اون منطق علمی وجود داره، ما رد نمیکنیم منطق علمی رو. متأ اعداد ارقام رو بازم عرض کردم آقای خداونده. شما فرمودید از 1,600,000 تومان شروع میشه حداقل های زندگی، متوسط هزینه زندگی. خب حداقل زندگی ما الان حداقل مزد 1,516,000 تومانه. نذارید مجبورم من تو بحثا بیام. نخ من توی گوش شما فضای بحث و زمان بندی درست رعایت نکنید. زمان هر کدوم از مهمانان محترم چقدر ولی اگر رعایت نکنید تو بحثا آقای خدایی دارن درست میگن که هر دو بزرگوار تقریبا موازهشون موافقه. مثلا تو بخش قبلی که جناب علی صحبت کردید 8 دقیقه جنگ نداریم که ما راجع به ثروت این کشور اشتغال این کشور داریم بس فرمودید زمان رو اله کنید. بخش قبلی 8 دقیقه جناب علی صحبت کرد. ممنونم که حداقل توی کلام های سیفی تا طاقت نمیارم و صحبت بکنیم. ببینید شما فرمودید قانون کار قانون ثروت هست، این قانون کار ثروت هست. ثروت قانون کار نیست. ثروت اون نیروی انسانی هستش که ما امروز براش ارج و قربی قائل نیستیم. و باز هم تکرار میکنم، اینو من تو همه برنامه ها گفتم، طرف صحبت من کارفرمای شناسنامه دار تولیدی نیست. کارفرمایی که داره تولید میکنه به اعتقاد من مقدسه و درست داره کار میکنه. ما اگر قوانین رو وضع کردیم، همه جا قوانین برای جلوگیری از تخلف و جلوگیری از سوء استفاده وضع میشه. از اون طرف شما فراموش نکنید اگر اومدی شرایط غیر رقابتی رو ایجاد کردی توی جامعه و اینجا بحث دستمزد رو به عنوان بحث جلوگیری از رقابت منفی در نظر نگیری، مطمئنن آسیبش دوباره به همین صنایع خواهد رسید. اگر بحث کارشناسی داریم میکنیم، کارشناسانه به موضوع نگاه بکنید، همه بپذیریم این ماجرا رو. اعتراض و اعتصابات صنفی یکی از اهرم‌هایی است که تو همه کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده. امروز قانون کار ما اصلاح بشه، این موضوع رو به رسمیت بشناسه، من قدرت من اجازه اعتصاب صنفی داشته باشم، بعد از اون بیایم قانون رو تفسیر بکنیم و تعویض بکنیم. دست شما در نکنه. نکته‌ای که من در واقع می‌خوام از شما سوال کنم آقای خداوند رو، چون این بحث دائم هی ادامه دار خواهد بود، ولی اینکه سندیکاهای کارگری چقدر مؤثرن در چانه زنی با کارفرمایان، چقدر میتونن احقاق حق بکنن با به رسمیت شناختن اینکه بعضی وقتا از اهرمی به نام دست کشیدن از کار استفاده بکنن. این اساسا در کشور ما پذیرفته است یا اگر نیست بگیم راه حلش چیه؟ چرا سندیکای کارگری در کشور ما انقدری قدرتمند نیستن برای چانه زنی؟ ما تشکل‌های قوی کارگری نداریم در کشور ما. بنده کاملا با خدای موافقم و اگر در کشورهایی که بنده مثال زدم به صورت چانه زنی داره اتفاق میفته، به این خاطره که تشکل‌های قوی کارگری وجود داره و چون تو کشور ما الان وجود نداره، ما نمیگیم چانه زنی باشه، چون مخصوصا عرضه و تقاضا برابر نیست. ما 4 میلیون بیکار داریم، تعداد
مشاغل اون کمتره و قطعا به ضرر کارگرها تموم میشه. من کاملا با خدای توی این بخش موافقم و ما باید بریم به این سمت که ابتدا تشکل‌های کارگریمون قوی بشن و بعد بریم به سمت چانه زنی. این که ما بگیم ما حامی کارگریم فقط در ظاهر که کفایت نمی‌کنه، مخصوصا خانه کارگری ما الان شده تشکل سیاسی و استفاده‌های سیاسی می‌کنن موقع انتخابات مجلس هم که میشه یه سری شعارها میدن که بخوان رأی بیارن، هیچ ایرادی نداره. منم میتونم بگم که آقا دستمزد کارگر باید 10 میلیون باشه. موقع انتخابات که میشه آقایون میان یه سری شعارها میدن که آقا دستمزد اونایی که میخوان رأی بگیرن از مردم دستمزد باید 10 میلیون تومان باشه. هیچ کس مخالف نیست که 10 میلیون تومان باشه، اما اگه با واقعیت‌های اقتصاد شما این امکان وجود داره که این اتفاق بیفته، شما کارگاهی که 10 تا کارگر داره اگه ملزم بکنید 10 میلیون حقوق بده، مشخص اون واحد تولید تعطیل میشه. چرا؟ این که آقای خدایی اصرار دارن بگن که ایشون نماینده کارگران ما نماینده کارفرماییم، اصلا قابل توجیه نیست. شما نماینده کارگران. اجازه بدید بزرگوارم من برگردم سر به جای ما موضع تعیین نکنم. من نکته اول که از شما پرسیدم راجع به سندیکاهای کارگری، ولی نکته‌ای که فرمودید قابل تأمله. این که در کشوری که 4 میلیون بیکار وجود داره، شاید حتی اگر از ابزار اعتصاب هم استفاده بشه خیلی مفهومی نداره، چون فوراً کارفرما میتونه از اون بازار 4 میلیون نفری تأمین نیرو بکنه. جناب سیفی شما بفهمید، خواهش میکنم. راجع به سندیکاها. بله درسته، ببین ما سندیکاهای قوی نداریم. چی باید سندیکای قوی به وجود بیاره؟ جامعه کارگری. جامعه کارگری چقدر خودش ساختارمند توی تشکلاش رفته کار کرده؟ خب اینو با جامعه کارگری جواب بده. بله. دومی که ما همین الان 3 تشکل رأس کارگری داریم. چه اشکال داره این 3 کنار هم قرار بگیرن، بیان تک تک این بحثا رو در تک تک استانها دستمزدشو اونا اصلا تعیین کنن. ما نمیگیم بیاد اون فرد تعیین کنه، بیاد با آقا این 3 تشکل بشینن میگه آقا ما بررسی کردیم مثلا در سیستان و بلوچستان این حداقل دستمزد برای زندگی باید باشه، اینو اسمشو بذاریم گروهی دست جمعی دیگه. بله. ما تشکلی قرار نیست یه کشور دیگه بیاد برای توسعه بده که. پس این تشکل‌ها این ظرفیت رو دارن که انجام بدن. سوال من اینه، الان تو قانون کار فعلی من اگر یه کارگری رو استخدام بکنم قرارداد 1 ساله باش ببندم، درسته؟ بله. اگر به ایشون سر 3 ماه یا 4 ماه بهش بگم که آقا شما برو، باید خسارت کل سالو بهش بده. خب بیاد برعکسش کنید. امروز بنده با یه نفر قرارداد بستم 1 ساله، ایشون سر 3 ماه ول میکنه میره، چه کارش میتونم بکنم؟ تو قانون کار فعلی هیچ کارش نمیتونه بکنه. یعنی ما الان یکی از دغدغه‌ها و بحثایی که تو بنگاه داریم مخصوصا برای شغلای حساس، طرف میاد آموزش میبینه کارو یاد میگیره خیلی راحت رها میکنه میره، حتی اطلاعات بنگاه رو میبره، شما هیچ کاری نمیتونی بکنی. یعنی چی؟ این کجا روابط بین کارگر و کارفرما رو داره اصلاح میکنه و در حقیقت میبره جلو؟ درسته شما تا فردا میتونید صحبت کنید، اجازه بدید. اجازه بدید. تایم معترضم هست شما. یعنی چی؟ پس این در بهره وری اون کارگاه اثر داره و نتیجهش اینه که اون بنگاه اقتصادی و نتونه توجیه اقتصاد داشته باشه داخل و خارجش، تعطیلش میکنه و تموم میشه. بسیار خب آقای خدایی، من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. ظاهرا حالا از برنامه هم دیگه حضرت عالی قدری انتقاد دارید، البته حقم میدین. وقتی که آقای سیفی میفرمان که بهره‌وری مهمه، کاملا نکته درستی است. به هر حال وقتی کارگر محترمی جایی مشغول به کار میشود، اون کارفرما هم باید بنگاهش گردش داشته باشه. ولی این یه نکته رو هم عرض کنم خدمتتون آقای سیفی، شما گفتید که اگر کارگری رها بکنه بره دست کارفرما جایی بند نیست. ما همین اواخر هم چند تا خبر داشتیم، صنایع هپکو 7 تپه این بندگان خدا هم 6-7 ماه حقوق نگرفته بودن و واقعا دستشون جایی بند نبود. یعنی باید هر دو طرف رو ببینیم که به حال قانون باید کاری بکنه یا ابزارها و در واقع امکاناتی که در اختیار دارن چطور میتونه اونا رو کمک بکنه. این ارتباط دادن این به اون اصلا در یک جا نمی گنجه. نه دیگه شما میفهمید قانونی کارفرما نمیتونه کاری بکنه. درسته زنده باش. شما الان برو شکایت کن. من الان اون قدری که مجبور من امروز بیاد... اگر کارگری من حقوقش رو ندم میتونه بره کار دادگاه شکایت بکنه، حساب منو میبندن. ولی من امروز اگر کاری، یعنی قانون به شما میتواند فرندی رو بده که شما حساب کتاب دو بگیرید. بله فرمایشتون درسته، اما... ولی عرض میکنم اون کارگری که هپکو یا 7 تپه اینا دیگه چون خبری شو دارم عرض میکنم. بله. چطور میشود که بعد از این که شکایت میکنه به مراجع قانونی 6-7 ماه حقوق نمیگیره، آخرین راه رو این میبینه که بیاد راهو ببنده؟ بس معلومه که قانون خیلی هم پشت کارگر به اون مفهومی که ما فکر می‌کنیم. بله بندهای قانونی در قانون مصوب وجود داره و اونا رو حمایت میکنه. بله اما من هیچ بند قانونی ندارم اصلا. ضرورتاً به مفهومش این نیستش که قانون فضای اجرایی. اتفاقا عمده انتقادمون اگر فرصت به منم بدید من از این ور باید من تقریبا یادم رفت انقدر گفتید.
ببینید شما یه 2 دقیقه وقت میگیرید، تو 2 دقیقه 20 تا مطلب رو مطرح میکنید، اون وقت من باید اینا رو جواب بدم. راجع به سندیکاها و تشکلهای کارگری صحبت شد. من برداشتم این هستش که ما صرفا داریم یه تشکل رو، مثلا فرض کن آقای خداوند اشاره به خانه کارگر داشت. ببین اونایی که الان توی مناسبات بازار کار با آقای سیفی و دوستانشون در حال مذاکره هستن، دوستان خانه کارگری ما نیستن. این دوستان خارج کارگری ما، شما اسمی که میخواید روش بذارید، حزب سیاسی بذارید یا تشکل صنفی بذارید، ما بحثی باش نداریم. قانون عالی شورای اسلامی کار، قانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگران تشکل هایی هستن که دارن با دوستان کارفرمایی ما مذاکره میکنن و روی میز حضور دارن. اگر یه خانه کارگر هم حمایت هایی از کارگرها داره انجام میده و پشتوانه فکری ما، صرفا ازشون تشکر میکنیم، بحثی نداریم راجع به اونجا. اما وقتی راجع به سندیکا صحبت میکنیم، اینجوری برداشت نشه که ما فقط داریم سندیکای کارگری رو میگیم. خب آقای سیفی که آسیب شناسی میکنه تشکلهای کارگری ما رو، تشکلهای کارفرمایی رو ابتدا اگر آسیب شناسی کنه خیلی بهتره. آیا ما تو تشکلهای کارفرمایی الان توی تمام مناطق و توی تمام صنایع و توی همه جا تشکر کارفرمایی مربوطه رو داریم؟ نه، شما فرمودید خب که ما نداریم که بشینیم گروهی تصمیم بگیریم. من که نگفتم همه تشکرهای کارفرمایی درجه یک، آقای سیفی، ولی میگم شما ستا رأس دارید بشید مشخص شما کنید. خوب تو نصیحت میکنی یا ولی خودت رعایت نمیکنی توی این موضوع. به این وقتی من میگم سندیکا نداریم تا بتونیم توافق کنیم، خب این توافق دو سو داره، یه طرفش کارفرماست یه طرفش کارگر. یعنی من میگم نه کارفرماشو داریم نه کارگرشو. اما یه موضوع دیگه، ببینید شما یه جایی میاد توی صحبتاتون، هر دو عزیز رو عرض میکنم، خب یه جایی میاد میگید که 4 میلیون بیکار توی این کشور داریم و از من به عنوان مدافع این قانون سوال میکنید که پس چه کسی قراره مشکل این 4 میلیون رو حل بکنه؟ یعنی کل مشکل بیکاری کشور رو میارید توی این برنامه که داریم راجع به قانون کار صحبت می‌کنیم. چرا به خودتون خب میگید؟ اجازه بدید میاریم توی این برنامه که داریم راجع به قانون کار صحبت می‌کنیم و 4 میلیون بیکاری رو توقع داریم قانون کار حل بکنه. بعد توی یه جای دیگه صحبتتون می‌فرمایید که آخه خدای ما می‌دونیم این قانون مشکل 56 که درستش 11 مشکل توی عرصه کار است. ببینید برادر من عرضم با شما اینه، به عنوان یه نماینده کارگر و یک کارگر دارم اینو میگم. میگم آقای اون وقتی تمرکز زیاد میکنید روی قانون کار و اینو بزرگش میکنید، آدرس اشتباه میدید. بنابراین نظر من این هست که نیاییم تمام مشکلات رو ارجاع بدیم به این قانون کار. با توی بیانمون من بحثی ندارم. دوستان وقتی عنوان میکنن این همه اشتغال به این رفته، 10 میلیون شغل غیر رسمی هست و تمام مشکلات رو ارجاع میدن به قانون کار و بحث حداقل دستمزد، من اینجا رو میگم آدرس اشتباه دادن. اگه نه توی اوایل عرایزم خدمتتون عرض کردم ما آماده اصلاح هستیم. اصلا روی اصلاح هیچ کسی نمیتونه مخالف باشه با اصلاح قانون کار. متشکرم. ما چون تا پایان کمتر از 6 هفته فرصت داریم، اجازه بخوام که برای جمع‌بندی بحث‌ها از هر مهمان گرامی بخوام که بحث پایانیشون رو بفهمن برای بینندگانمون. آقای خداوند بفهم. ببینید بنده صحبت اولیام این بود که ما یه سری قوانین داریم که در ظاهر حمایت از کارگر می‌کنن و ما هم اصلا مخالف حمایت از کارگر نیستیم، اما در واقع داره به ضرر کارگر تموم میشه. ببینید آقای ربیعی اون موقعی که وزیر کار بودن گفتن 60% مشاغل ما غیر رسمیه. شغل غیر رسمی یعنی چی؟ یعنی این کارگر نه بیمه داره نه تامین اجتماعی داره، فردا که از کار افتاده شد هیچ منبع درآمدی نداره. خب این 60% اینا باید چی کار بکنن؟ ما اتفاقا حرفمون رو اینه، میگیم که ما قوانینمون باید اصلاح بشه. دوست دارم آقای خدایی هم بگن کدوم قوانین. بنده در زمینه قوانین فقط اینکه ظاهرش به نفع کارگر باشه این کفایت نمیکنه، باید در واقع در کف جامعه هم به نفع کارگر باشه. نرخ بیکاری ما روز به روز داره بیشتر میشه طبق آمار رسمی مرکز آمار، مرکز پژوهش‌ها، بانک مرکزی. تعداد افرادی که میرن زیر خط فقر داره بیشتر میشه و یک بخشش قانون کاره. ما نمیگیم که همه مشکلات با اصلاح قانون کار اصلاح میشه، نه، ما حق بیمه قرارداد تأثیر داره در مشکلات تولیدمون، مباحث مالیاتی مشکل داره، مباحث زیرساختی، سیاست های غلط اقتصادی بدون اینکه توجه بکنیم به ظرفیت های در اون نگاه به بیرون داشتن، همه اینها اثرگذار. ما اصلا نمیگیم که فقط آقای قانون کار اصلاح بشه همه اینا اصلاح میشه. متشکرم آقای خداوند. جناب سیفی بفرمایید. ببینید من در آخر اینو میخوام بگم، باز تاکید میکنم ما هم بر طبق گفته های خداونده نمیخوام اصلا بگم که تمام مشکلات قانون کاره، اما در صنایع کوچک تاکید میکنم یکی از عمده ترین در حقیقت مسائلی که روی بهره‌وری و توسعه اونها اثر داره قانون کوچیک کاره.
چون 92% صنایع ما صنایع کوچک شکل میده. بله. این یکی از مشکلاتی است که در حقیقت باید بهش پرداخته بشه و الانم تو این ظرفیتی که قانون کار داره ما میتونیم از ظرفیت ماده 41 استفاده کنیم. یعنی بیام امسال برای مناطق متفاوت، برای صنایع متفاوت دستمزد متفاوت بذاریم. گفتید که این در واقع لحاظ بشه در فضاهای متفاوت. گفتم یعنی پرسش من اینه که منظورتون در قانون کار دستمزد هاست که حداقل لحاظ بشه توی استان مختلف؟ بله حداقل. چیزی که ما حرفمون هست این که دستمزد منطقه‌ای تعیین بشه، اصلا نمیگیم که ما به یک کارگری کم بدیم. هزینه های زندگی مرکز آمار هر سال منتشر میکنه که هزینه های زندگی مثلا تو تهران چقدر تو بله اونو متوجه شده میگیم که اون هزینه های زندگی باشه. الان مثلا اگه به بنده بود میگفتن دستمزد در تهران نباید 1.5 میلیون باشه، باید حداقل 3 میلیون باشه، چون کارگری که 1.5 میلیون دستمزد میگیره در تهران هزینه مسکنش تأمین نمیشه و واقعا جای تعجب داره که در شورای کار چطور این تصفیه میشه. اما میفرمایید که مثلا در همون منطقه بندرعباس 1.2 میلیون هم هزینه زندگی هر چقدر بود اونجا. آقای سف شما یه نکته رو فرمودید من فراموش کردم ازتون سوال کنم. شما گفتید که کارفرمایان آمادگی مذاکره با سندیکای کارگری دارن برای تعیین دستمزد در اقلیم‌های مختلف کشور. این در نهایت آیا نباید در شورای عالی کار راجبش بحث بشه و تصمیم گیری بشه؟ ما تو شورای عالی کارم که الان سه جانبه است دیگه، دولت هست و کارفرمای هست و کارگر. دولت در نهایت مخالفت نمی‌کنه احتمالاً با اون؟ نه ببینید ما اگر ما هم توافق کنیم دولت که مشکلی نداره تو این قضیه. دولت هم موافق با به هر حال سطح اشتغال همه میپذیرن که اتفاق میفته. آیه خدایی گفتن ما الان اون توافقات دست جمعی رو نداریم. میگفتن آقا این سه تا تشکل بیان این نقش رو الان بازی کنن. ظرفیت قانونیش هست دیگه. بله این ظرفیت الان داریم که بتونیم از این استفاده کنیم. بسیار میتونیم توافقات بله. بسیار خوب. نکته دیگه باقی مونده؟ خیلی ممنون. ممنونم آقای سیفی. البته چون آقای خدایی میخوان اظهار نظر کنن زودتر بگم که بعد اگه مایل بودید راجع به این موضوع هم صحبت بفهم. گفتن که بخور مجموعه کارفرمایان آماده مذاکره هستند. شما هم بفرمایید نظرتون. ببینید حالا موضوع مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس صنایع مختلف با توجه به اینکه توی ماده 41 که قانون کار پیش بینی شده و امروز ظرف قانونی نداریم، موضوعی نیست که طالبش نپرداخته باشیم. تقریبا میشه گفت همه ساله بحث اول ما توی شورای عالی کار چه از جانب گروه کارگری کارفرمایان و دولت موضوع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای بوده. متأ همه ساله هم به این نتیجه رسیدیم که زیر ساختاش فراهم نیست، نمیتونیم تعیین بکنیم و همه ساله همه دوستان ما رفتند استراحت کردن و تقریباً وقتی به مقطع تعیین دستمزد رسیدیم برای انحراف بحث دستمزد اون مطالبه کارگرها موضوع مزد منطقه‌ای رو مطرح کردن. و موضوع دیگری که من بعضی گاهی اوقات فراموش میکنم توضیح بدم، ببینید ما یه جایی عنوان میکنیم مثلا تو توضیحات آقای خدابنده بود که تو بقیه کشورهای دنیا با در نظر گرفتن شرایط توان پرداخت مزد تعیین میکنن. خب اون وقت توی کشور خود ما متاسفانه علاوه بر اینکه ما قبول نداریم، ما حس میکنیم که توان پرداخت بالاتر از اینجاست. منتها توی مذاکره سه جانبه‌ای که دست پایین با ماست میایم و با در نظر گرفتن شرایط کارفرما حداقل دستمزد رو پایین‌تر از هزینه‌های زندگی در تهران یا شهرهای دیگه اعلام می‌کنیم، در اکثر شهرها اعلام می‌کنیم، اون وقت متهم می‌شیم به اینکه چرا این مزد تعیین شده. نهایتاً می‌خوام اینجوری جمع‌بندی بکنم که به عنوان نماینده کارگران توی این جلسه نظر گروه کارگری باز هم تکرار می‌کنم، به هیچ عنوان مخالفت و اصلاح نیست. این اصلا یه وصله ناجور میدونم. بعضی گاهی اوقات بعضی از دوستان ما عنوان میکنن که 30 سال این قانون وجود داره و نمیخواید تغییرش بدید. چرا آماده تغییریم؟ و اون قسمتی هم که اعتراض دارم دقیقا همینجاست. میگم تغییراتی که تا به امروز صورت گرفته همش به بیحقوق کردن من منجر شده. ما اونجایی به مشکل برمیخوریم که احساس میکنیم صرفا اون چیزی که ما میدونیم کارشناسی و علمی است و چون نماینده کارگر اینجا نشسته و یه مقدار با توجه به اینکه توی محیط احساسی تری داره زندگی میکنه و ما عملا آی سفی با همین احساساتمون پای این انقلاب وایسادیم، با همین احساساتمون وسط میدان بودیم، با همین احساساتمون داریم تلاش میکنیم و سنگر تولید رو حفظ کردیم و این احساسات افتخار ما سابقش افتخار میکنه. زنده باشید. خیلی ممنونم از هر سه مهمان محترم. ممنونم که همراه برنامه امشب استوا بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار هموطنان عزیزم. آقایون خیلی متشکرم. دست شما در نکنم. لطفا.